یه خاطره برات بگم، صدامم با حسن البکداش همین کارو کرد. یادتونه؟ من یادمه. 45 سال قبل، آره 45 سال قبل، سال 50 بود. من یه جوونی بودم همراه پدرم و پدر بزرگم مرحوم آتالله خادمی و علمای اصفهان با پدر بزرگ من خیلی رفیق بودن. دعوت کردن جلسه بود. وارد که شدیم یه جا خالی بود نشستیم. منم دنبال پدر بزرگم رفته بودم. تو اون جلسه مهمانی مفصل بود، ما هم رفتیم. گوش کن چی میگم بهت. وقتی نشستیم اون آقا اومد و به پدر بزرگ ما گفت این آقایی که کنار شما نشسته سرکنسولگری انگلیسی هاست تو اصفهان، مسئول کنسولگری انگلیس هاست تو اصفهان. خوشبختم، حال و احوال و شما اسمت چیه؟ گفت من اسمم سید مهدی احمدیه، از رفقای آتالله خادمی هستیم و معنوسیم با هم اینا. پدر بزرگ ما برگشت به این گفتش که یه سوال مال من معما شده. پدر بزرگ من رو کرد به این، گوش رو میخوام خطبه را قشنگم به جانه بچسبه. گفت آقا، گفت بله، گفت شما چی شده که یه کسی را میارید توی کشور اسلامی گندش میکنید بعد خیلی راحت از بینش میبرید؟ گفت مثلا گفت رضا شاه خودمو میاریدش اینجور به قدرت میرسونید؟ این هیچی نگفت، یه کم دقیقه صبر کرد و پیپ پیپ که میکشن، پیپ میدونی چیه؟ پیپ از کیسش در آورد، تنباکو ریخت تو پیپش، گذاشتم دهنش. گفت آقای احمدی کبریت داری؟ آقا جونم گفت بله کبریت دارم. گفت بده من میخوام پیپم رو روشن کنم. حالا داشت مردک اما بجز کنی در آورد و روشن کرد و پیپا کشید و پیپا که روشن کرد فوت کرد، خاموش کرد. گفت آقای احمدی چکارش کنم؟ آقا جونم سید ساده. گفت بذار تو دیستیگاری آشخالی، بینه تو آشخالی. گفت اینم جواب، اینم جواب، اینم جواب. ما رو دشار آورده بودیم توی مملکت برن که صدام آوردیم اونجا، رو دشار آوردیم اینجا. وقتی تموم شد یعنی هاشم چکار کنم؟ تو رو چی بندازم اینا؟ خب اما این سیاست انگلیسی از عمره. تاریخ مصطف ابوبکر تموم شد، سمشنن کشتنش. خب آسد محمد حسن شیرازی رضوان و رحمت و درود و غفران خدا بر دودمان و سادات شیرازی که چه اجلایی بودن، چه عظمایی بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صاحب فتوای تنباکو که انگلیس‌ها را به زانو در آورد، بعدم که گفتن پیروز شدی بنا کرد گریه کنه. گفتن چه گریه میکنی؟ گفت چون دشمن گرای ما را گرفت، سکوی موشک انداز ما را پیدا کرد، حالا میزنه. ماشاءالله هوشو ببین، 120 سال قبل فرمودن که یه خادمی داشت به نام محمد امین، یه خادم الان محمد امین. این محمد امین خادم ارسمت بر این که میرزا شیرازی بود. از شیراز مقلدین آقا رفتن عراق، محضر آقا مشرف شدن، حساباشون رو کردن، میخواستن برن حج. از یکی میخواستن برن پیش خودشون حساب کردن، مثلا ما 500 تومن به پول عروس 130 سال قبل ما وجوهات بده کاریم. وقتی رفتن جو حساب کردن نه بابا، مثلا 100 تومن بیشتر بده کار نیستن، پول مازاده بر هزینه حجشون زیاد بردن. به مرحوم میرزا میگن آقا جون ما خیال میکردیم مثلا 500 بده کاری، پول زیاد آورده این، این پول ما همراه خودمون بریم حج، راه ناامن است، لصوص و لشوش و دزد و گردن زن خطر داره، گم میشه. اینجا نجف اشرف کی هست؟ امین شما باشه، ما پولا پهلوش بگذاریم بریم و برگردیم ازش بگیریم و بریم ایران. میفرماد این محمد امینی که خادم ماست، کارهای خونه ما را میکنه، پادو زندگی ماست، 30 سال تو نجف با منه، بچه شیراز اومده اینجا مونده، مرد بسیار امین و صادق و متدین و شریفیست، پولا پهلوش بگذارید برید ازش بگیرید. میان میگن محمد امین پولا پهلوش ما امانت بریم و بیان. میگه باشه بسیار خوب. میرم از حج که بر میگردن میرسن نجف، میرن سراغ محمد، میگن محمد امین سکت که مرد، وصیت مال چی چیه؟ مال همین جاسا، وصیت مال همین جاسا. میان میگن میرزا این که بعد مرد. میان پلو بچه هاش میگن بچه ها، میگن ما خبرت پول نداریم، به ما نگفته پیل پول کجا هست، کجا گذاشتم، ما چی نمیدونیم. الله اکبر. میان میگن میرزا پولا خیلیه، به پول عروس، پول هنگفتی سنگینه، صحبت از میلیارده به پول امروز، ما چیکار کنیم؟ میگد که مؤمنینی که از دنیا میروند ارواح مطهرشون در وادی و سلام نجف امیر المؤمنین اونجا گرد هم جمع میشن، یک دعا یادت میدم فردا بعد نماز صبح برو کنار قبرستان وادی و سلام بیست، این دعا را بخون، یه صدای یه نفر میاد بهش بگو آقا برو محمد امین را بیار. وقتی آوردش ببین علمای قدیم چجور بر برزخ اشراف داشتن.
به برزخ حکومت میکردن. حالا ما بزن و بچه خودمون نمیتونیم حکومت کنیم. زن و بچه خودمون از دستمون بیرونه. اونا به برزخ حکومت میکردن. ایمان، تقوا، عمل صالح، تعصب مذهب. گفت برید. اومدن صدا زدن دنیل آقای خیلی زیبا اومد. گفت چیکار دانی؟ گفتن ما را میرزا فرستاده. گفت باری که الله بفرمایید. امردون. گفتن این محمد امینا بیار ما برسیم پولا را کجا گذاشتی؟ رفت و برگشت گفت ما در وادی السلام کسی میرا محمد امین نداریم. ای داده بیدا. برگشت آنها گفتن میرزا بدتر شد. آقا گفت ای بابا اونجا نبود؟ گفتن نه. گفت ای وا گرفتاره. مشکل یکی بود دوتا شد. این 30 سال به ما خدمت کرده باید بدونیم مشکل چیز حلش کنیم. گوش 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 میگه فردا صبح این دعا را برید فلان منطقه. حالا من یادم نیست چون از 30 سال قبل از استادم شنیدم از مرحوم آقای بروجردی. یه استاد بزرگوار داشتیم خوب شد یادم اومد، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی ستوده، از اعاظم اولیا و فقها و علما و مدرسین حوزه بود. 7-8 سال من در سطح شاگرد این مرد بزرگ بودم. خدایا از این مجلس روحش را بهره مند کن. ایشون نقل میکرد مرحوم آیت الله بروجردی از استادش از نجف اشرف، سینه به سینه است، خیلی هم زمانی نیست، تو کتاب هم نوشتند البته چاپ کردند اینا. میان میرن فلان منطقه میبینن یک آدم مهیبی اومد. گفت چیکار دارید؟ گفتن ما فرستاده میرزا شیرازی هستیم، شما اینجا محمد امین دارید؟ بیار ما ازش سوال کنیم، دو تا سوال داریم ازش. گفت باید برم ببینم. رفت به جای برنه خود دیدیم تمام بین آسمان و زمین شد دود و آتش و دارن با زنجیر میارن. یا صاحب السلام. میرزا گفت همچی چیزی میبینید؟ نترسید، وایسید سوال کنید. دو سوال. وقتی رسید گفتن محمد امین پولا کجاست؟ گفت تو نخلستانی خودم که وارد میشید دست چپ درخت چارم زمین رو چال کردم توی کوزه گذاشتم، پولا اونجاست، برید ورداری، پولا اونجاست. میرزا گفت وقتی سراغ پولا رو گرفتید بپرسید بگید تو چرا گرفتاری؟ گفتن میرزا فرمود بپرسیم چرا گرفتاری؟ گفت امان از دست زن و مرد قصاب، کشیدنش تو بردنش، بیشتر حق حرف زدن نداره. الله. اومدن گفتن میرزا پولا رو پیدا کردیم ما. گفت چی؟ گفت گفت وقتی گفتیم چرا گرفتاری گفت امان از دست زن و مرد قصاب. گفت را بیفتی تو نجف، نجف شهر کوچکیست، قصابا را دونه دونه سوال کنید بگید کی با این محمد امین حساب خورده حساب داره. سوال تا به یک قصاب رسن. گفتن آقا قصاب محمد امین. گفت الهی خدا نیامرزده، الهی خدا لعنتش. ای بابا صبر کن، چی شده چی شده؟ گفت به شما. گفتن میرزا میگه. گفت به میرزا میگم. اومد مرحوم محضر میرزا. گفتن تو با این بابا چه حسابی داری؟ گفت من یه قصابم، با یه چوبدار. ما سر یا میگیم چوبدار، چوبدار یعنی که گوسفند میخره و میفروشه و به قصابا، با یه گلدار گوسفندداری که در بغداد ما با هم حساب داشتیم، رفت آمد و معاشرت داشتیم با هم دیگه. قلبو برای من گوسفند میفرستاد در طول 6 ماه، من میکشتم میفروختم 6 ماه بار، یا من میرفتم بغداد یا اون میمد نجف حساب میکردیم بهش میدادیم. یه سفر که اون از بغداد اومد نجف خونه ما به من گفت که آقا قصاب. گفتم بله. گفت ما چند سال با هم رفیقیم، آشناییم، دوستیم. گفتم بله. گفت من پسرم بزرگ شده موقع ازدواجشه، تو هم دخترت موقع ازدواجشه، بیا من وصلت کنیم. من دم میشناسم دخترم بزرگ میشه وقت رد کردنشه، پسرم وقت ازدواجش. گفتم باشه. رفت. این 6 ماه شد، 1 سال شد دیگه خبری نشد و پسرش ها زن داد، کسی هم دیگه سراغ دختر ما نیومد. یه روز که اومد یا بهش گفتم آقا. گفت بله. گفتم من که دختر مال پسر تو نزایده بودم که. تو چی بودی حفظ زدی و بعد عقب نشینی و بعد چی شد قصه که دیگه که سراغ دختر ما نمیاد، دختر ما مون تو خونه، این چی شد؟ گفت چی؟ گفتم چی نداره، خنجرم میکشم رگلو میبرم، باید بگی. گفت ما وقتی رفتیم بیرون به خانومم گفتم من چی پیشنهادی دادم. گفت بابا نجف و بغداد 200 کیلومتر فاصله، از همینجوری حرف نزن، مشورت کن، تحقیق کن. به کیه این؟ ما گفتیم از کی تحقیق کنیم؟ گفتن شریف ترین، امین ترین، متدین ترین فرد نجف با مردم محشوره، همه را میشناسه، محمد امینه. رفتیم گفتیم محمد امین؟ گفت بله. گفتیم این قصاب میشناسی؟ محمد امین یه بار از این قصاب گوش گرفته بود، گوشت خوب کار در نیامده بود، کینه یه به دل داشت، منتظر بود فرصت تلافی کنه. تا گفتن گفت نمیدونم. همینا نمیدونم. ما دو جوره. آقای احمدی آقا را میشناسی؟ نمیدونم. نمیشناسم. آقای احمدی میخوام برم تخجیت کدومر برم؟ نمیدونم. بلد نیستم. نمیدونم. این آقا چجور آدمیه؟ نمیدونم. نمیشناسم. اما این آقا چجور آدمیه؟
نمیدونم. بذار هیچی نگم. این از هزار تا گفتن بدتر. نمیدونم نیشدار با نمیدونم واقع خیلی فرقش. این تو نجف پیچی که محمد امین 30 سال تو رکابه میرزا شیرازی امین نجف و و و و و مجسمه نماشب و عاشورا و تقوا برای این قصاب گفت نمیدونم. مواظب باشید نرید دو مادش بشید. دختر من باید نمیدونم مون تو خونه. صبح و زور و شب سر سفره ما نفنش میکنه. مواظب زبونت باش. این آقایی که داری لهش میکنی خودش که فقط نیست، دختر داره، میخواد شوهر بده، پسر میخواد زن بده، میخواد تو این شهر کاسه میکنه، میخواد کار کنه. به فکر اول قبرت باش. حساب داره. من یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینا تمومش کنم. میرزا گفت آقای قصاب گفت بله. گفت اگر من دختر تو را شوهر بدم ازش راضی میشی؟ گفت آقا جون اگر شوهر بدی مرجع عمی ام بفرمای چش. به طلب آقا گفت بیا با این دختر ازدواج کن، خودم هم خرجت رو میدم. حل که شد قصه گفت خدا رحمتش کنه راضی شدیم. فردا آمد واد و سلام گفت محمد امید و اومد گفت بله قربان. برو به میرزا بگو دست درد نکنه. ما همه یه مشکل داشتیم نجات ما دیم ما رو. همه یه مشکل داشتیم ما. اون دود و آتش یه مشکل. نمیدونم. ببند زبونتا. ببند زبونتا. با آبرو مؤمن بازی نکن. از خدا بترس. از شب اول قبل بترس. از اون وقت که بیاد وایس بگید خدا یا من راضی نیستم. بترس. بیزی دوری سیاست بازی ها را. از شب اول قبل بترسید. حساب داره. المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه. مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. ای داده. یه چیز برات بگم خیلی قشنگه. زمان سلطان محمد خدابنده، سلطان محمد خدابنده سنی بود، یهو از دست زنش به شدت عصبانی شد، گفت قلقت که ثلاثن، تو را من سه طلاقه کردم. بین شیعه و سنی یکی از فتاوای اختلافی همینه. شیعه ها میگن سه طلاق یعنی طلاقش بده رجوع کن بیاد باش باش، دوباره طلاقش بده رجوع کن بیاد باش باش، سه بار طلاقش بده رجوع کن بیاد باش باش، این میشود سه طلاق. بار چهارم رجوع جایز نیست. اونا میگن در یک مجلس هم اگر بگی تو را سه طلاق کردم خلاص است، محلل میخواد دیگه نمیتونی باشه ازدواج کنی. سلطان محمد خدابنده گفتش که طلاق تو را سه طلاق کردم. وقتی به هوش اومد غضب آرام گرفتید. ای داد بیداد، زن به این خوبی نجیبی. سلطان در حال غضب دستش داد پشیمون شد. علمای چهار مذهب جمع کرد نشستن، هر چهار مذهب گفتن آقا جون حکم اسلام این است، این زن بر تو حرام است. اینم هیچ جوری نمیتونست، هیچ جوری نمیتونست از زن دست ببوشه. بچه داشت ازش، زنش بود، رفیق بودن، غضب کرده بود. نمیفهمد که اصل حرف در حال غضب قیمت نداره، ارزش نداره، مثل اکراه، مثل اصرار، مثل اجبار. که بابا کسی دیگه نیست. گفتن چرا؟ این مسلمانای یه مذهب دیگه هم دارن به نام شیعه، یه علامه دارن به نام علامه حلی. گفت بیاری بیاریدش. اومدن گفتن علام. گفت چی کار داره من سلطان؟ گفت قصه از این قرار است. گفت من ببینم چی کارم داره. ماشاءالله دم در که رسید کفششو در آورد، دست گرفت گرفت زیر بغلش، اومد تو، دید بغل سلطان یه جا خالی است. تیز اومد از بغل سلطان. سلطان بهش برخورد، گفتش که آشیخ چجور اومدن ایست؟ چرا کفش رو برداشتی؟ چرا اومدی اینجا نشستی؟ گفت اولا اینجا نشستم چون پیغمبر فرمود تو المجلسی رفتی هر جا بود بشی. حدیثی که نقل کردن. گفت درسته؟ گفت بله. گفتم بله درسته، پیغمبر گفته تو هر جا رفتی هر کجا که هستم اونجا بشی. نشست. گفت چرا کفش شده آوردی تو؟ گفت آقا کفش ما برداشتن میدونی چرا؟ گفت بله. گفت به خاطر اینکه شافعی کفش را پیغمبره دزدید، علمای شافعی اینجا بودن ترسیدم کفش را بدزدن. علمای شافعی گفتن بابا شافعی 100 سال بعد از پیغمبر به دنیا آمده. گفت اشتباه کردن، مالکی دزدید، مالک ابن انس دزدید. علما مالک گفتن چی میگی؟ مالک ابن انس بعد از شافعی به دنیا آمده. گفت اشتباه کردن، احمد ابن حنبل دزدید. حنبل یه بارشون گفتن بابا احمد ابن حنبل زمان موسی ابن جعفر و هارون بوده، 150 سال بعد به دنیا آمده. گفت اشتباه کردم، ابو حنیفه دزدید. حنفی ها دادشون در اومد گفتن بابا ابو حنیفه زمان امام صادق بوده، 120 سال بعد به دنیا آمده، پیغمبر ندیده. گفت آقای سلطان، گفت بله. گفت دیدی این چهار عالم از چهار مذهب هر چهار تا اعتراف کردن که علماشون و امامشون 120 150 100 سال بعد از پیغمبر به دنیا آمده است. از پیغمبره که ندیدن، اصحابش هم ندیدن. قبول کردی؟ گفت آره. گفت من حکم از اون کسی میگم برات که تو دومن پیغمبر به دنیا اومد.
سر پیغمبرم تو دومنش از دنیا رفت. چطوره؟ گفت همونو میخوام من. گفت پس من از علی برات میگم. علمای شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی هر جا قبول داره گفتن بله قبولش دارم. گفت خب من از علی براش میگم. اما یه شرط داره. گفتی چیه؟ گفت من اول یه نماز به فتوای این علمای سنی میخونم، بعد یه نمازم به فتوای علی. هر کدوم این دو نمازا تو بر چون خودت برو جا خدا. هر کدوم از این دو نماز را تو پذیرفتی، من به فتوای همون برات حکم میگم. گفت یلا. گفت من میخوام به فتوای ابو حنیفه و مالکی و شافعی و حنبلی نماز بخونم. آقا جون پاشید بیاد یه مقدار برای من شیره بیارید. چون فتواشون این است که اگر آب نبود وضو بگیری، با شیره میشود وضو گرفت. الفقه علی المذاهب الاربعه. با شیره وضو گرفت. شیره که مالید به سر و صورتش و این کلش ها مثل شکلهایی که سرچرب میکنن، شیره را مالید به سرش و به ریشش و پاش ها شیره کرد و این وضوش. گفت آقا یه آقای فتوه هم در ابو حنیف فتوه هم در میگد که پوست سگ را اگر دباغی کنی پاک میشود، میشه روش نماز خون. یه پوست سگ مال من بیاری. یه پوست سگ مورن انداخته واسه رو پوست سگ. ما فتوه هم میدن میگن رو عذره سگ سجده کن خوش باشه به پیشونید نماله نماز درسته. یه خورده عذره ببخشید، عذر میخوام. یه خورده عذره سگ مال من بیارید. رفتن عذره سگم رو بردن. الله اکبر حمدا خورست به سوره. ابو حنیفه فتوا میداد میگد که در سوره لازم نیست یه سوره بخونی، یه آیه هم بخونی کافیه. لازم نیست عربیشا بگی، فارسی هم بگی طوری نیست. گفت خب یه آیه میخوام بخونم، فارسی میخوام بگم. مدهامتان، مدهامتان یعنی دو درخت، دو باغ سرسبز. گفت ولالین، دو باغ سرسبز رب رکوب. اینم نماز. اون یکی دیگه آخریشا نمیگم، چون میگن در سلام برای خروج از نماز لازم نیست سلام بدیم. من دیگه مبهم میگم، سربسته میگم. کاری که وضو باطل میکنندم انجام بدی سلام لازم نیست، از نماز میره بیرون. گفت آقا این نماز نمازه ایناست. سلام علیکم. گفت آقا این نماز شماست؟ گفتن راست میگه. با شیره درسته، سجده بس عزل سگ درسته، پوست سگ درسته. بعد از نمازم به جا سلام یه بادی خارج کن طوری نیست، نماز درسته. گفت این نمازه؟ گفت گفت آقا جون من میخوام به فتوای امام علی و امیرالمومنین و امام صادق هم یه نماز بخونم برام. پاشو در خودشو شست، شست این شیرها رو، غسل کرد، وضو گرفت، عمامه انداخت، ایت زد، یه اذان گفت، یه اقامه گفت، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، وللالین، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، الله اکبر، رکوع و سجود، السلام علیکم و رحمت الله. سجده بر خاک قبر حسین شرک است، کفر است، حکمش قتل است. سجده بر عذره سگ نماز است. این دینه، این دینه. اونی که پیغمبر رو برد اینه، اونی که خدا و قرآن میخواد اینه. چی باور میکنه؟ دین نداری، عقلم نداری. بق سلطان گفت بابا این باشه بگم شی، بگم اونم علی که همون جا شیعه شد و گوهر شاد مسجد گوهر شاد است، از همون قبیله است. بعد گفت آقا جون به فتوای این نماز و این علی و این پیغمبر زنت مال خودت باشه برده مال کاره. یک سید نسبتاً فاضل شریف و لطیف و بسیار سید بزرگواری بود، از خریجین حوزه نجف اشرف و کربلا بود. این اواخر عمری اومده بود ایران و قم خیابان چهارمندون همسایه ما بود. روز عید نوروز سال 90 بود گمانم رحمت خدا رفت، مرحوم آقای اسد احمد جبرائیل خدا رحمتش کنه. ما همسایه بودیم و هر روز تقریبا هر روز هم می دیدیم، یا نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا یا سر کوچه خیلی به هم برخورد می کردیم. منم منظرش مشرف می شدم. پیرمردی بود، چیز خیلی داشت. یکی از چیزهای گرانبهایی که یاد من داد و شاه کلید حوائج و حل مشکلات است این است که این مرد بزرگوار فرمودن محضر مرحوم آیت الله العظما اسد احمد خونساری که دارای عصمت صغرا بود رضوان الله تعالی علیه، مرد بزرگوار راجع به مشکلی به ایشون عرض کردم. آقا جون مشکل است و گره خورده است و خیلی صعب و تلخ و تند و تیز و مشکل، ناراحتم خیلی. فرمودن یک دستورالعملی بهت میدم برای حل مشکلات، خیلی مجرب است و این است که وقتی عرصه به تنگ شد، مشکل خیلی حاد شد، وضو بگیر هر وقت شد، صبح، ظهر، شب. و بارها گفتم، بار دیگر میگویم که اگر سحر جمعه باشه که دیگه چه بهتر، چون امام صادق سلام الله علیه فرمودن سحر جمعه ثلث سوم
ثلث سومش یک لحظه است، هر کس هر چه بخواهد مستجاب می شود، رد نمی شود. حدیث صحیح است. بیماردارا، کسانی که نگرانید از وضع بیماری و از وضع اقتصاد و از وضع بسته بودن راه کربلا و از این مشکلاتی که شیعه مبتلاست، کمی زاد و ولد و بلا نازل شده، خدا برطرف کنه انشاءالله. کسانی که منتظر دفع بلایید، امشب وقتشه. این از 6 و 20 دقیقه که اذان مغرب را گفتن، 18 دقیقه تا 4 و 35 دقیقه اذان صبح ها میگن، خونه که میری تقسیم بر 3 کن با موبایلت و ببین کی میشه. اون ثلث سوم را بیدار بمون و این دستورالعملی را که این فقیه وارسته بزرگوار فرمودن و من در محضر شما خدا را گواه میگیرم و شما را روز قیامت شهادت بدید، من خودم مشاکلی داشته به این دستور عمل کردم، جواب داد. مشکل حادی داشتم، رفتم حضرت معصومه توی ایوان طلا روبرو بی بی استادم، خوندم اومدم خونه، یه مقدار تأخیر داشت ولی زو خیلی خوب جواب داد. مرحوم هست احمد جبرئیل میفرمودن که چه اولویت که شب جمعه باشه، ولی هر وقت باشه، هر وقت، صبح، ظهر، شب، روز، شنبه، جمعه، هر وقت. فرمودن دو رکعت نماز بخون، رو به قبله بایست و 110 بار بگو اللهم صل علی ولی امرک القائم المهدی. 110 بار. حالا چون عدد خیلی حساس است در اینجور از کار، زیاد و کم نشود، 109 و 111 نه، 110 بار به این وجود مقدس، منتها حواست به حضرت باشد و صلوات بهش بفرستی ها، نه اینکه این ورا اون ورا نگاه و به همه نگاه میکنه، ذکر لغلقه نباشد، ذکر باشد. موبایل جواب بدی و این حرفا فایده نداره. لذا بهترین زمانش سحر جمعه است، بهش میارزه یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح پاشو دعا کن اول فرج را که آقا منتظر دعاش کنیم الفرج، فإن فی فرج کم، دعا برای فرج، فرج خودتونه، خود صاحب ما فرمودن صلی الله علیه و سلم، این مرد بزرگوار امام زمان روح الله الفدا فرمودن که صلوات الله و سلام علیه عجل الله تعالی فرج شریف، دعا کنید برای فرجم، فرج گرفتار یا مشاکل شما در دعا برای فرج من است.